سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. کیفیت زندگی هر فردی بستگی به روابط اون فرد داره، به طوری که هر چقدر روابط بهتری با مشتری، همکاران، مدیران و مهمتر از همه خانواده داشته باشه، به طور حتم زندگی با کیفیت تر، شادتر و موفق تری رو تجربه میکنه. پژوهشگران طی تحقیقاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که 57% پیام‌هایی که به دیگران منتقل می‌کنیم از طریق ارتباطات غیر کلامی یا زبان بدنه. ما ارتباط غیر کلامی رو به طور ناخودآگاه یا خودآگاه استفاده می‌کنیم. یک ارتباط غیر کلامی شامل ارسال و دریافت سیگنال‌های بدون کلام میشه. جالب اینجاست که نه تنها ما سیگنال‌های ذهنمون رو از طریق بدنمون به نمایش میگذاریم و اون رو به دیگران انتقال میدیم، بلکه بدن ما هم بر ذهن ما همین سیگنال ها رو میفرسته. یعنی اگر الان شاد باشیم و زبان بدن آدم افسرده ای رو نمایش بدیم، بعد از مدتی شادی ما از بین رفته و افسردگی به سراغمون میاد. باورتون نمیشه؟ اجازه بدید یه تمرینی با هم انجام بدیم. به مدت 5 دقیقه سرتون رو پایین بندازید و کاملا سکوت کنید. چه اتفاقی افتاد؟ محاله به گذشته، ناکامی‌ها، شکست‌ها، اتفاقهای بد و خبرهای بد فکر نکرده باشید. حالا سرتون رو بالا بگیرید و کاملاً سکوت کنید. درسته. به آینده، اتفاقهای خوب، کارهایی که می‌خواید انجام بدید و به کلی مسائل امیدبخش و مثبت فکر کردید. حالا اگر باورتون شد، با هم می‌خوایم از این ابزار قدرتمند ارتباطی برای متقاعد کردن مخاطب‌هامون استفاده کنیم تا ارتباطات پایه‌ای‌تر و قوی‌تری با همکار، مدیر، خانواده و مشتری‌هامون داشته باشیم. البته نگفته نمونه که حضور و همراهی اطرافیان ما برای موفقیت ما خیلی مهمه. ما اگر همراهی اونها رو نداشته باشیم، خیلی سخت‌تر به موفقیت می‌رسیم. ما اگه توانایی متقاعد کردن همسرمون یا همکارمون رو برای اجرای اهدافمون نداشته باشیم، حتماً به سختی ادامه مسیر موفقیت رو میپیماییم. در این برنامه با هم به 4.5 اصلی اشاره میکنیم که با مهارت پیدا کردن در اونها زبان بدن حرفه‌ای‌تری خواهیم داشت تا ارتباط اثر بخشتر و با دوامتری هم داشته باشیم. حالا با هم میریم سراغ بررسی این اصول. اصل اول، همراهی. کمی خودتون رو به طرف مخاطب خم کنید. برای اینکه مخاطبتون فکر کنه پا به دنیای اون گذاشتید و مسائل و چالش‌ها رو از نگاه اون می‌بینید، بایستی هم به صورت کلامی و هم به صورت غیر کلامی اون رو متوجه این قضیه بکنید. برای این کار علاوه بر اینکه به حرفاش خوب گوش می‌کنید، بدنتون رو کمی متمایل به طرف مخاطب خم کنید. اون ممکنه در مورد مسئله‌ای ابراز عقیده کنه که شما به شدت مخالف هستید. کار درست اینه که به پشتی صندلی تکیه نکنید و دستاتونو بغل نکنید، چرا که این یک حالت بد برای ادامه مذاکره است. شما برای ادامه مذاکره بهتره در همون حالت بدنی سوال‌هایی بپرسید که بیشتر راجع به اون مسئله توضیح بده و اگر زمان کافی ندارید اون رو به موقعی دیگه ارجاع بدید. اما اگر طرف مقابل همچین حالتی رو در حین صحبت‌های شما نشون داد، بهتر نظر اون رو راجع به مخالفت باهاش بپرسید و یک بروشور یا یک آمار از موفقیت‌های گذشته یا چیزی که باعث بشه اون از این حالت بدنی خارج بشه بهش بدید تا فضای مذاکره در حالت مثبتی ادامه پیدا کنه. برای اینکه اعتماد و هماهنگی با عقیده اون رو داشته باشید، بهتره به صورت آروم و با ملایمت زبان بدن مخاطبتون رو تکرار کنید. اگر با چند نفر مذاکره می کنید، زمان بدن فرد صحبت کننده رو تکرار کنید. اصل دوم، ارزشمند بودن. قبل از اینکه توضیحات خودتون رو ارائه بدید، اجازه بدید طرف مقابل نظرش، طرز فکرش و عقیدش رو بیان کنه. اگر طرف مقابل منتظر صحبت‌های شما بود، از اون سوال کنید برای مشکل یا مسئله مورد نظر راه حلی داره یا نه؟ بهتر این سوالات رو با چطور یا سوالاتی که مخاطب رو مجبور میکنه توضیح بده شروع کنید. وقتی مخاطب شروع به توضیح دادن کرد، با
با تکون دادن آرام سر و یک لبخند ملیح روی لب میتونید به طرف مقابل نشون بدید که با اون موافقید تا متوجه بشه که منظورش رو متوجه شدیم و بهش گوش میکنیم. اگر امکانه یادداشت برداری بود، از لابلای حرفاش یادداشت برمیداریم. این کار ارزش حرفای طرف مقابل رو زیاد میکنه و نشون میده اون برای ما مهمه. سعی کنید بیشتر مواقع دستتون رو زیر چونتون قرار بدید و انگشتتون کنار لبتون باشه. با این کار به مخاطبتون نشون میدید که حرفاش رو مورد ارزیابی قرار میدید. بهتره درست و غلطی حرفاش رو از نظر خودتون با اون در میون بگذارید تا به یک توافق نهایی برسید. اصل سوم، توضیح یک ایده. باید اول از همه به راه حلی که ارائه می کنید و به حرفایی که می خواهید بزنید اعتماد داشته باشید. همون حرفایی رو بزنید که از قبل براش برنامه ریزی کردید. بعد نوبت اونه که پاهاتون رو صاف کنید و چسبیده به هم قرار ندید. بلکه تلاش کنید تا به اندازه کمتر از ارزشونه پاهاتون رو باز کنید. با این کار استراب نداشتنتون رو نشون میدید. وقتی راجع به حل یک مسئله صحبت می کنید، در بیشتر مواقع دست هاتون رو در حالتی نشون بدید که انگار یک توپ بسکتبال رو نگه داشتید. این حالت دست های شما نشون دهنده اونه که شما رازی دارید که اگر مخاطبتون خوب به حرف شما گوش کنه، ممکنه این راز رو بفهمه. سعی کنید با دست هاتون حرف بزنید. منتها مواظب باشید محدودیت حرکات دست هاتون از یک جعبه به اندازه عرض شونه هاتون فراتر نره. طبق تحقیقات کسانی که با دستهاشون حرف میزنن مفاهیم رو بهتر انتقال میدن. با لمس کردن نوک انگشتان دست راست با دست چپ نشون بدید که منطقی هستید و برای کارهاتون برنامه ریزی کردید. اصل سوونیم، مهارت قصه گویی. توصیه ها به یاد نمیمونه، این قصه ها هستن که به یاد میمونن. ما با قصه ها بزرگ شدیم. قصه ها به ما تعالیم دینی، علمی و زندگی رو آموزش دادن. قصه ها جزئی از زندگی امروز ما شدن. همه ما دوست داریم قصه های جذاب بشنویم. پس چرا برای متقاعد کردن از این ابزار قدرتمند استفاده نکنیم؟ چرا قصه های مرتبط با مسائل و مشکلاتی که با اون روبرو هستیم رو تعریف نکنیم؟ اگر بلد نیستیم، با یک جستجوی ساده میتونیم یاد بگیریم و به جای توصیه ها از قصه ها استفاده کنیم. زبان بدنی که در هنگام قصه گویی از اون استفاده می کنیم بیشتر به ارتباط چشمی ربط داره. باید یاد بگیریم چطور و چه موقع نگاهمون رو قطع کنیم، چه موقع نگاه کنیم. در ضمن یک سری حرکات برای کنترل هم وجود داره که یاد گرفتن اونها خالی از لطف نیست. مثلا موقعی که برای جمعی قصه تعریف می کنید، اونها شروع می کنن به پچ پچ کردن. شما میتونید با نشون دادن کف دستتون به سمت پایین اونها رو به سکوت دعوت کنید. اصل چهارم، صداقت و باورپذیر بودن. همه ما ارزش صداقت و راستی رو میدونیم. به نظرم لزومی نداره راجع به این مسئله بیشتر از اینها صحبت کنیم، ولی گفتن چند نکته زبان بدن خالی از لطف نیست که اگر نیت درست ما با اون همراه بشه میتونه ارتباط قوی تری بین ما و مخاطب ایجاد کنه. اشاره کردن با کف دست به سمت بالا صداقت شما رو به مخاطب نشون میده و نشون میده با اعتماد به نفس تر و با اون صادق هستید. کف دست های خودتون رو موقع دست دادن و موقع حرف زدن به نمایش بگذارید. نکته دیگه اینه که زبان بدن ما فرق چندانی بین اغراق کردن و دروغ گفتن قائل نمیشه. پس سعی کنیم از بزرگ نمایی راه حلی که ارائه میدیم یا بزرگ نمایی قابلیت های طرح یا محصولی که ارائه میدیم دوری کنیم. چون اگر این کار رو انجام بدیم، بدن ما سریع وارد عمل میشه و سیگنال بزرگ نمایی رو برملا میکنه و به مخاطب پیام میده که چیزی غیرعادیه و در اینجاست که ارزش اعتبار شما زیر سوال میره. بدن ما این کار رو با خاراندن صورت به صورت ناخودآگاه، تنفس‌های تند و تندتر و جمع کردن پاهامون نشون میده. اصل چهار و نیم، آیا پیرامون مثبتی ایجاد میکنید؟ این اصل به نوعی رعایت اصلای قبلی رو میطلبه و نمیشه به عنوان یک اصل دیگه اضافش کرد. ولی با این وجود میشه به عنوان اصل چهار و نیم از اون استفاده کرد.
سعی کنید تا حد امکان به صورت نشسته مذاکره متقاعد کردن را انجام بدید. ولی اگر امکان نشستن نبود، بهتره حریم شخص مقابل رو حفظ کنید تا احساس بدی نسبت به شما نداشته باشه و به هیچ عنوان دستتون رو در جیبتون نکنید. آقایون معمولاً تمایل بیشتری به این کار دارن. موقعی که ایستاده صحبت میکنن و سعی دارن کسی رو متقاعد کنن. این به معنای اینه که شما حتی زمانی که حرفای طرف مقابل درستن باشه قبولش ندارید. همچنین این کار شما رو فردی عصبی نشون میده که آرامش لازم رو برای حل مسئله نداره. تا حد امکان از جویدن لبها و لمس کردن صورت طرف مقابل اجتناب کنید. چرا که این علامتها نشانه عصبی و مضطرب بودن شماست. یادتون باشه، این برنامه رو با دوستان آشنایانتون به اشتراک بگذارید تا شما هم در ایجاد یک تغییر بزرگ در زندگی مردم دنیا سهیم باشید. حالا یه سوال، آیا میتونید فرد مشهوری رو نام ببرید که در مذاکره کردن بسیار تبحر داره یا داشته؟ برای بررسی 3 سوال جادویی که باید هر روز صبح از خودتون بپرسید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه، هیچ وقت اجازه نده این 3 تا کنترلت کنن. گذشتت، مردم و پول. پیروز و سربلند باشید.